از جوهر جور شده. جوهر به انگلیسی شاید بگوین ادم، شاید پسان یک چند وقت بعد بگوین که نه، از ادم هم یک چیز خورتر است. علمای اسلام گفته جوهر الفرد، خورترین مخلوق خدا، مخلوقی که خدا خلق کرده جوهر الفرد است. و جسم دو جوهر الفرد که جمع یک جای میشه او جسم است. و جسم هم لطیف میتونه باشه و هم کثیف. جسم لطیف یعنی مثل روشنی و مثل تاریکی. شما امرای دستتون احساس کرده نمیتونین، گرفته نمیتونین تاریکی و روشنی را، مگر هم جسم است. و جسم کثیف چیزایی که احساس میتونین، مثل سنگ، مثل وجود ما، کلش چیزایی که امرای دست احساس میشه. خدا عزوجل به اجسام شباهت نداره. خدا جسم نیست و روح نیست که جسم لطیف است. روح ما در جسد ماست. در وقتی که عزراییل علیه السلام روح ما از وجود ما که میکشه، ما میمریم و انسان به جسم است و روح است. خدا عزوجل شباهت نداره نه به جسم، نه اجسام و نه اعراض. اعراض یعنی صفت، یعنی صفت یک چیز جسم به خودش وجود داره و صفتش تعلق داره به جسم، جسمش. مثلا یک چیز بوی داره، بوی صفت از او چیز است. ای برام به عربی عرض میگن. اعراض صفات یک چیز وجود نداره تا که امرایش باشه. مثلا فلانه کریم است، مهربان است، میگه می کریم است، این مهربان است. اگه وجود نداشت صفتش هم وجود نداره. خدا عزوجل نه به اجسام و نه به اعراض تشبیه میشه. خدا عزوجل پاک است از همه نقص و همه عیب و از تشبیه به کل مخلوقات. در این مسئله، مسئله تشبیه، مثلا هندو میگه که خدا عزوجل اینی بت است و او بت در جیب خود یکان دفعه میگیره، یکان دفعه قیل میکنه، از جای میخریش، میارش در خانه خود میمانه، باز از او بت میخواید چیزاره. و این بت یک جسم است. چی که اگو به خرد خرد باشه که در جیب خود کنه، یا کلان باشه که در خانه خود بانه، یا برابر کووار یک بت جور کنن، بازم یک جسم است. جسم ضرورت داره به آن که او را حد بته، امو حد، امو کمیت برش بته. و خدا عزوجل جسم نیست که ضرورت داشته باشه به آن که او را او جسم بته. خدا عزوجل خالق اجسام است، تشبیه نداره، شباهت نداره به جسم. ای هندو ای گپ میزنه. نصرانی میگه خدا عزوجل به شکل عیسی علیه السلام است، میگه عیسی علیه السلام خداست. بعضش میگن بچه خداست و بعضش میگن که عیسی علیه السلام خودش میگن خداست. و کلام از این ما میفهمیم که عیسی علیه السلام جسم است. یک وقت در شکم مادر خود بود و پیش از او هیچ نبود، بی بی مریم هیچ حامله‌دار نشده بود، و بعد از او خدا عزوجل ایره خلق کرد در شکم مادر خود بود، بعد از او تولد شد، بعد از او ایره شیر داد، بعد از او کلان شد. کل از این صفات، صفت مخلوق است، لایق به عبادت نیست، نه عیسی علیه السلام، نه محمد علیه السلام و نه مخلوق دیگه. کل مخلوقات لایق به عبادت نیستن، تنها آن که خالق مخلوقات است او لایق به عبادت است. و خدا خالق شباهت نداره به مخلوق. و آتش پرست، افتاو پرست میگه که افتاو یک جسم بسیار کبیر است، کلان است و ما از او منفعت میگیریم، حرارت داره، کل ما جسم ما گرم میشه و نباتات از سبب از او کلان میشه و روشنی در دنیا میه از سبب از او. میگه فلحاظ او خداست. به جواب از این مسلمان به می گپ خود کلشان رد میکنه. عیسوی، نصرانی، یهودی، ببخشین نصرانی، یهودی، عیسوی نمیگیم برای جی از وا، به خاطر که وا عیسوی نیستن، عیسوی پیرو عیسی علیه السلام بودن در وقت زمانش. نصرانی و یهودی و ادیان دیگه بت پرست و کل از یا غیر از خدا را پرستش میکنن، اگرچه که به زبان خود کلشان میگن که ما ایمان داریم به خدا. هندو میگه که ما، و هر روز میگه که ما ایمان داریم به خدا، مگر هم میگن همه چیز امکان داره که خدا باشه. از او خاطر حیوانات هم پرستش میکنن، یکان دفعه شوهر خدا پرستش میکنن و مخلوقات دیگره. مسلمان تنها به این عقیده است که
خدا عزوجل به هیچ چیز شباهت نداره. یهودا میگن که خدا عزوجل انسان به شکل خود خلق کرد، فلهذا فکر میکنن که انسان به شکل خدا عزوجل به شکل انسان است، و میگن در روز ده فلانه روز ریش خود کل کرد، میگن خدا ریش خود کل کرد، و میگن خدا در آسمان است، و کل ازی صفات نقص و عیب است به خدا عزوجل. خدا عزوجل شباهت نداره به هیچ مخلوقات خود، خدا پاک است از نقص و عیب. و در قرآن شرعا و عقلا ای ثابت است که خدا تشبیه نداره به مخلوق. بفهمین که علما گفته، ابو جعفر الطحاوی رضی الله عنه گفت، یکی از شاگردای ابو حنیفه بود، گفت من وصف الله بمعانی من معانی بشر فقد کفر. اگر کس خدا را عز و جل میگه که یک صفت بشر داره، فقد کفر، از دین اسلام خارج است. از او خاطر خدا عز و جل بسیار مهم است که بفهمیم وقتی که ما کلمات استفاده میکنیم به خدا و عین کلمه به مخلوق استفاده میشه و به خدا، مانا نمیده که او خدا عز و جل شباهت داره به مخلوق خود. مثلا یک کس شاید برتان بگه خی آیا تو میبینی؟ ما میگیم بله ما میبینیم. اگه بگه خدا میبینه؟ میگیم بله خدا میبینه. میگه فلهذا آیا این تشبیه نیست؟ میگیم نه. صفت دید ما مخلوق است مثل که ذات ما مخلوق است. صفت خدا عزوجل مخلوق نیست، شروع نداره، ذاتش مخلوق نیست، ذاتش شروع نداره و صفاتش هم مخلوق شروع نداره. ذات خدا هم شروع، خدا عزوجل شروع نداره و صفاتش هم شروع نداره. و صفت دید خدا ازلی و ابدی است و همه چیز میبینه و ضرورت نداره با یک آله، با چشم یا یک آله غیر از چشم ضرورت داشته باشه که ببینه. ما ضرورت داریم به چشم. اگر کس چشم ما رو بکشه ما دیده نمیتونیم، ما پشت دیوال دیده نمیتونیم به صورت عموم. ما در تاریکی شو مرچه سیاه، در تاریک سنگ سیاه، در تاریکی شو دیده نمیتونیم مرچه را. خدا عزوجل مرچه سیاه، در سنگ سیاه، در تاریکی شو خدا عزوجل میبینه. خدا همه چیز میبینه. از او خاطر دید خدا و دید انسان شباهت نداره. دید انسان مخلوق است و صفت خدا عزوجل شروع و ابتدا نداره، مخلوق نیست. و همچنان صفات دیگر. از او خاطر ذات خدا و اعمال خدا و صفات خدا شباهت نداره به مخلوق خود عزوجل سبحانه و تعالی. این مسائل خورای برادرای ما بسیار مسائل مهم است که حال در این وقت زمان این چیزهایی است که در قدیم اطفال میفهمید، این چیزی است که ابتدا در شروع شریعت مردم میفهمید، و حال متاسفانه بعض مردم است که براجع اسلام گپ میزنن و چیزهای اساس دین براجع صفات خدا نمیفهمن، تنها براجع سنت ها میفهمن و بعض چیزهای دیگه امور به امور عقیده که اهم امور است، مهمترین چیز است، براجع از اون نمیفهمن. از او خاطر ما به همتان، به خود و به دیگران نصیحت میکنم که اگر خدا براجع خدا عز و جل یک چیز فهمیدین که خدا شباهت نداره به مخلوق، نشر کنین، چون ای به امر پیغمبر است علیه الصلاه و السلام گفت بلغ عنی ولو آیه، بلاغت کنین، برین به مردم نشر کنین، بگوین، وصل کنین، نشر کنین چیزایی از من میشنوین ولو آیه، اگه یک آیت هم از ما باشه، یعنی یک آیت که یاد گرفتین نشر کنین در این مسئله را. ای صحابه اینو متمه کرد، پنج آیت در صبح می آمد و پنج آیت در شام و پیغمبر علیه الصلاه و السلام برشان یاد میداد و یا به دیگران نشر میکردن. به این مت به ما رسید. اگر صحابه اون نشر نمیکردن و بعد از او اجیال دیگه نشر میکرد، چطور به ما میرسید؟ بدون قطع سلسله به ما از نسل به نسل این عقیده پاک، عقیده اسلامی به ما رسیده، الحمدلله رب العالمین. خدا عزوجل صفت مخالفت للحوادث گفتیم و صفت قدرت داره. خدا عزوجل صفت قدرت داره. ان شاء الله تعالی یک لحظه بریک میگیریم ان شاء الله، باز پس میریم.